بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. یکی از مسائلی که جزء ما انزل الله هست، یعنی آنچه که پیامبر واقعی حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم از جانب خدای واقعی برای بندگان آورده، و یکی از ما جاء به نبی ها، ما جاء به نبی هم به همین معنای ما انزل الله، چیزی که پیغمبر از جانب خدای تعالی برای بشر آورده و بشر برش واجب هست که در این مورد و مانند موارد دیگر از پیامبر اطاعت و 100% اون چی که پیغمبر گفته رو به گوش جان بشنوه و انجام بده. یکی از این موارد که مانند نماز، روزه، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حج، اطاعت از پدر و مادر، خوشخلقی، عرض به خدمتتون که تولا، تبرا یا تولی، تبری و چیزهایی که ما صدها مورد بلکه بیشتر از این دست داریم، فقط به 10 تا و 15 تا نیست، اینا همه و همه جزء ما انزل الله هست، جزء اون چرا است که پیغمبر از جانب خدای تعالی برام آورد. ما بهش در یک کلام میگیم، در یک جمله بهش میگیم ما انزل الله یا ما جاء به نبی، آنچه که پیغمبر از جانب خدای تعالی آورده. یکی از اینها، از این صدها ها در واقع مسئله حجاب هست، مسئله ای که امروزه در جوامع، مخصوصا جوامع مسلمین به ویژه جامعه شیعی ما، یه مسئله ای است که زیاد راجبش بحث نمیشه، عملا تا حدودی اجرا میشه به صورت عملی، اما به صورت تئوری از منظر قرآن کریم و لسان روایات و احادیث روی این یکی از ما جاء به نبی های که مسئله حجاب هست، ما نمیبینیم که به اون صورت که باید از حساسیت لازم برخوردار باشه روش بحث بشه. مثلا شما دیدید روحانیت معظم در منابر تو مراسم ختوم، ختم ها، مراسم چیزهای دیگه، جاهای دیگه، سخنرانی ها، یا محرم، ماه صفر، ماه مبارک رمضان، دهه هایی که فاطمیه هست، سلام الله علیها، سخنرانی که میکنن، شما دیدید که مثلا پیرامون نماز یک وقت یک ساعت صحبت میکنن، 10 جلسه رو صحبت میکنن، پیرامون مثلا عرض به خدمتتون که جهاد صحبت میکنن، پیرامون امر به معروف نهی از منکر اینها صحبت میکنن، اما خیلی خیلی کم ما میبینیم که پیرامون مسئله ای که حالا در طول بحث خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که یکی از تفاوت های اصولی حجاب با نماز این هست که اگر آدمی نماز نخونه، یعنی مسلمانی نماز نخونه، نخوندن نماز این صرفاً به خود او ضرر زده، خسارتش خسارت فردیه، خوب دقت بکنید اینو یادداشت داشته باشید. اما اگر کسی حجابش رو، خانومی حجابش رو مراعات نکنه یا آقایی حجابش رو مراعات نکنه، اون حجابی که شارع براش مشخص کرده، خسارتش خسارت فردی نیست، اثر وضعی خودشو داره بر روی اون فرد، خسارتش خسارت اجتماعیه، یعنی خسارت بد حجاب از بی نماز در اجتماع خسارتش
بسیار بسیار بیشتره. بلکه ما اصلا گفتیم بی نماز خسارتی نداره به حال اجتماع. آقا صدها نفرن تو اجتماع نماز نمیخونن، آدمای بسیار خوبی هم هستن، خسارتشون به خودشون برمیگرد. اما فردی که بی حجاب هست، حالا ما از نظر اجتماعی، از نظر عقلی، از نظر شرعی بحث میکنیم که خسارتش نه تنها به خودش برمیگرده، ضررش و خسرانش، بلکه عمده خسرانش به اجتماع برمیگرده. پس بی حجاب و بد حجاب بدتر از بی نماز. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم این نحو خسارت رو برای اجتماع داره. پس وقتی مسئله حجاب رو ما میخوایم اینجا مطرح بکنیم، چند جهت داره. یکی اینکه مانند همه این مسائلی که تاکنون در مسائل عقیدتی مطرح کردیم، دوم اینکه میبینیم این مسئله امروز تو جامعه مظلوم واقع شده، واقعا به حدی هم مظلوم واقع شده که بعضن تصور کردن اصلا مسئله حجاب مثل نماز و روزه و غیره و ذالک و اینها نیست، یه مسئله که اگه مراعات شد شد، نشدم طوری نیست، به جایی بر نمیخوره و خداوندم با آدم بد حجاب یا بی حجاب برخوردی نمیکنه، کاری نداره اصلا، یا اغماز میکنه، چشم پوشی میکنه پروردگار، از کنارش به سادگی میگذره. اینو کم کم جا انداختن توی جوامع اسلامی. ما میخوایم اینجا تو این بحث عرض بکنیم که به هیچ عنوان این گونه نیست و تا کنون به ما مطلبی در این زمینه نرسیده است که عدم رعایت حجاب قابل اغماز و چشم‌پوشی از جانب خدای متعال باشه و خسارت‌های جبران ناپذیری که میزنه اینها قابل اغماز و چشم‌پوشی از ناحیه پروردگار متعال باشه. برای این منظور در بد و عمد یک کار مهمی رو باید انجام بدیم. اولا بدونیم اصلا واژه حجاب یعنی چی؟ یعنی چی؟ لغت حجاب یعنی چی؟ ثانیاً ببینیم لغاتی که در کنار لغت حجاب میاد و قرآن کریم اون لغات رو به کار برده که ترکیبی از اینها در واقع مسئله حجاب در اسلام تشکیل میده، اون لغات چی هست؟ اونها رو ما بیاریم اولا یک بررسی بکنیم، معنای این واژه ها رو بفهمیم چیه، بعد انشالله بریم سراغ بحث اساسی پیرامون حجاب که فروعات متعدد و متنوعی داره که انشالله در خلال بحث اون فروعات رو خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. لغت حجاب مانند لغات دیگر، یا شاید بگیم بسیاری از لغات دیگر یا اغلب لغات دیگر، دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. معنای لغوی رو که میدونید، هر لغتی که در کتاب لغت پیرامون اون صحبت کرده باشه میشه معنای لغوی، عرض کردیم، یا معنای لغتی، هر دو درست. معنای اصطلاحی همون معنایی است که ببینیم عرف راجب این لغت چه تعریفی کرده تو جامعه، اینا میشه معنای اصطلاحیش. در لغت که البته من چند تا کتاب لغت رو اینجا نوشتم، مثلا اقرب الموارد، مفردات راغب که کتاب لغت مهمی است مخصوصا پیرامون لغات قرآنی، خود قاموس القرآن هست، خود قاموس تنها هست که کتاب عظیمی است در لغت از نظر محتوا، البته مجموعش رو من اینجا نوشتم که می‌فرمایند حجاب واژه‌ای است که از حجب، حجبه، حجب، و خود کلمه حجاب یعنی هر هم حجب و هم حجاب، هر دو مصدر هستند، هر دو هم در لغت به معنای پنهان کردن آمده. خوب دقت بشه که ما تو اجتماع داریم از این لغت چه استفاده‌ای داریم می‌کنیم، اصل لغت به چه معنایی هست. هر دو به معنای پنهان کردن آمده. مانع از داخل شدن هم یه معنی دیگه‌اش هست. مانع از داخل شدن، پنهان کردن که میدونید یعنی چی. مانع از داخل شدن یعنی بنده مثلا دم این در بیستم، مانع از دخول افراد به داخل این جمع بشم، بگم آقا داخل نشید خواهش میکنم، به من میگن آقا اینجا یک حجابی است نمیگذاره که افراد داخل این مؤسسه بیاد. همچنین حجاب خودش به معنی پرده هم آمده. پرده، حالا این پرده
پرده حقیقی باشه، پرده مجازی باشه، یا اینجور بگیم پرده مادی باشه، مثل این پرده هایی که ما میکشیم یا پرده هایی که تو خونمون میزنیم، یا پرده معنوی باشه. اینی که من دیدم به معنای پرده معنوی است، یعنی پرده مجازی بهش میگن. مثل چی پرده مجازی؟ پرده حقیقی که شما میدونید، پرده که تو خونه ها میزنن یا جاهای دیگه میزنن. پرده مجازی مثل این که میگن آقا طرف وقتی که داره میمیره، پرده ها از جلوی چشمش کنار میره. خب جلوی چشم که پرده نداره، شما الان چشمتو اینجا نگاه میکنی، منم دارم نگاه میکنم، جلوی چشم من شما که پرده نیستش که. این پرده رو میگن مجازی، یعنی پرده معنوی، یعنی در واقع به امر خدای تعالی این چشم دیگری میشه که بتونه مواردی رو که حالا میخواد ماورا هست و ما انسان‌های زمینی نمیتونیم ببینیم، او بتونه ببینه، چون دیگه میخواد بره ملحق بشه به همون ماورایی ها، به کسانی که در برزخ هستن در واقع. حالا ببینید قرآن کریم به این واژه ها آیات متعددی دارد که به این واژه ها معنی کرده حجاب رو. دقت بکنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره فصلت آیه 5، و من بیننا و بینک حجابون. مشرکین خطاب به پیامبر فرمودن که دلهای ما، از آیات بالاییش داره البته، از قبول دعوت سخن تو یه دلهای محجوبی است، گوش ما از شنیدن سخنای تو سنگینه، این حرفایی که تو میزنی تو گوش ما نمیره. البته معنی آیات بالاییست، تا برسیم به این آیه. بعد میفهمن و من بیننا و بینکه حجابون، ای پیغمبر. البته اونا خود اسم پیغمبر رو خطاب قرار میدادن، چون به پیغمبری قبولش نشدن. ای پیغمبر، میان ما که مشرکین هستیم و میان تو حجاب و فاصله خلاصه بسیاره، یعنی یک مانعی است از این که ما حرفای تو رو نشنویم، گوش نکنیم، به جون و دل نخریم حرفای تو رو، تو گوشمون نره. که ادامه آیه میفهمد تو به کار دین خود بپرداز، ما هم به آیین و کیش و مذهب خودمون هستیم و عمل میکنیم. این یه آیه که اینجا اومده به معنی همون پرده مجازی، پرده معنوی، یعنی پرده بین مشتکین و پیغمبر نبود. اما چی؟ اما میفهمد از نظر مجازی، یا حالا ما بگیم از نظر معنوی، بگیم میگه که آقا یعنی مانعی است که ما نمیخوایم در واقع صحبت های تو رو بشنویم، استدلال های تو رو گوش بکنیم، نمیخوایم آقا، چون مگه زوره؟ اینجوری داره میگه، میشه میگه حجابی هست. سوره متففین آیه 15، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. کلا حرف ردعه، یعنی اینکه چنین نیست که شما میپندارید، قطعا ایشان از پروردگارشان، یعنی از اون معرفت پروردگارشان، در روزی که خواهد آمد، یعنی روز قیامت، لمحجوبون هستن. لمحجوبون یعنی چی؟ یعنی که محرومن، یه مانعی معنوی، پرده معنوی بین اینها و پروردگارشون هست که اینها از رحمت پروردگارشون محروم باشن. یعنی رحمت پروردگار روز قیامت به همه برسه، به یه عده‌ای نرسه که حالا اینها کفارن، مشرکینن، هیچ. ما داریم فعلا واژه محجوبون و حجاب و اینها رو داریم معنی میکنیم، به بعد حجاب و اینها نرسیدیم، مثلا این وقت کسی اشتباه نکنه. یه آیه دیگه داریم، سوره مبارکه احزاب، آیه جالبیه، آیه 53 سوره مبارکه احزاب. اینجا دیگه حجاب به معنی معنوی نیست، یعنی پرده معنوی یا پرده مجازی نیست، واقعا به معنی مانع است، واقعا به معنی یک پرده واقعیه. ببینید هر دو معنی که تو لغت عرض کردیم، هر دو معنی اینجا حالا داریم براتون مأخذ و مدرکش رو از قرآن کریم داریم عرض میکنیم، یعنی داریم آیهشو میاریم براتون. احزاب 53، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
میفرماید که چون از زنان پیغمبر یه چیزی میخواید بگیرید، یه متاعی میخواید، چیزی میخواید، جنسی میخواید، پولی میخواید، هر چی میخواید بگیرید ازشون، از پس پرده ازشون بخواید، نرید مستقیم باهاشون تماس برقرار بکنید. یک پرده ای باشه، حائلی باشه، مانعی باشه، حجابی باشه، از پشت پرده حجاب با اینها صحبت بکنید. حالا البته این آیه تفسیری داره سر جای خودش، منظور ما شاهد مثال روی حجاب هست که اینجا به معنی چی اومده، در واقع پرده واقعی اومده. مثلا این پرده که الان اینجا هست، آقایون این طرفن، خانما اون طرفن، پرده حقیقی این میشه یک حجاب، میشه یک مانع، مانع دیدن آقایون خانم ها و خانم ها آقایون رو، مانع این که ارتباط اینجا برقرار بشه، مگر از پشت این حجاب که معنی پرده است. پس ما اینو فعلا آموختیم که حجاب یه معنیش همین پرده است، پرده که ما زدیم، جاهای دیگه هم همین، یه معنیش هم پرده مجازی غیر حقیقی یا معنوی است. در واقع آیاتش هم آوردیم که البته این آیه رو در تفاسیر فرمودن که هر زن نامحرمی که خواست با مردی صحبت بکنه پشت پرده ای باشه، جایی باشه، مگر اینکه براش، عرض به خدمتتون که، مسئله خاصی وجود نداشته باشه که حالا اون رو باید توضیح داد که ما بعدن این کارو خواهیم کرد، که مثلا یک خانومی نامحرم هم هست، حجابش کامل هست، میخواد صحبت بکنه، میاد صحبت میکنه و عرض به خدمتتون که مشکل آفرین نیست، اما اگر این خانوم مشکلی داشت میخواد صحبت بکنه، باید از پشت یک مانعی، از پشت یک حجابی با مرد نامحرم صحبت بکنه. که این آیه که عرض کردیم، آیهش هم تو قرآن همینه، و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، خطاب به زنان پیغمبر گیرم، وقتی که میایم تعمیمش میدیم زنهای دیگر رو هم شامل میشه، حالا به دلایلی که بعدا اینا رو عرض خواهیم کرد. یا آیه دیگه هم بخونیم از این که کلمه حجاب رو خدای تعالی به کار برده، در واقع برای مسئله پرده معنوی که ما چند جا براتون خوندیم، یا آیه دیگه هم حالا میخونیم بد نیستش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 45 آیه سوره مبارکه اسراء، و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بین الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. خطاب به پیغمبری که هنگامی که قرآن رو ما براتون نازل میکنیم، آیات رو میخونیم، خودمون که خدا هستیم قرار دادیم بین تو و بین کسانی که ایمانی به آخرت ندارن، دین رو بازیچه گرفتن، مسخره بازی میکنن، کافر، مشرک، منافق، هرچی هستن، یک حجابی قرار دادیم مستورا که اینها متوجه نشن ما با تو داریم صحبت میکنیم. یعنی وحی ما به تو جوری هستش که وقتی ما با تو آیات قرآن داریم میخونیم اینها نمیفهمن. بلذا پیغمبر وقتی نشسته بود آیات بهش نازل میشد، آیات به پیغمبر نازل میشد، آیاتو میگرفت پیامبر اکرم، حالا غیر از مشرکین کسان دیگه هم همینطور. حالا اینجا لا یؤمن بالآخره داره با شرح و تفسیری که داره، شاهد مثال ما رو کلمه حجاب هست، دیگران متوجه نمیشدن که پیغمبر بهش وحی شده، که یه حالتی به پیغمبر عارض میشد، آیات رو دریافت میکرد، پیغمبر گوش میکرد آیاتو، اما کسی دیگه گوشش نمیشنوید آیات چیه. اینجا یک پرده ای بود از نظر معنوی که کسی دیگر از این آیات سردر متوجه نشه که چی هست. این کلمه حجاب بیشتر از این به نظر من دیگه لازم نیست پیرامون این قضیه صحبت بکنه. اما چند تا لغت دیگه هم هست که اینو یادداشت داشته باشید که ترکیب اینها در بحث حجاب به ما خیلی کمک خواهد کرد، یعنی کمک مؤثری میکنه. یکی کلمه غذا هست. غذا در واقع واژه‌ای است که در قرآن کریم به کار رفته و اصل مسئله حجاب با این کلمه اصلا بحث شده، غین و زاد، غذا، یک لغت بسیار جالب و لغت کارسازه. اصلا تو بحث حجاب اگه این لغت نبود، ما بحث حجاب شاید نمیتونستیم بگیم تو قرآن آیه ای داریم که بتونیم حجاب و بد حجابی و بی حجابی رو باهاش تفسیر بکنیم. اصل بحث حجاب رو این لغت میگرده، دائر مدارش این لغت غزه، غین، زاد، زاد، غززه بوده، ادغام شده شده غزه. یک لغت دیگر بصر هست، یا بصره، فعلش بصره است، اسمش بصر هست. لغت دیگر نظر هست،
فعلش نظره هست. اینا باید اضافه کنیم به لغت حجاب، جمعا چند تا واژه میشه؟ میشه 4 تا. حجاب، حجب، حجاب، غزه یا غز، بصر یا بصر، نظر یا نظر. اما غزه یعنی چی؟ غزه ببینید چقدر لغتش جالبه، خیلی جالبه. معناش فهمان کم کردن صدا و کم کردن نگاه چشم رو بهش میگن غزه. مفردات راقب میفرماید که الغض یعنی النقصان من الطرف و صوت، یعنی همون که فارسیش رو گفتیم، کم کردن صدا و کم کردن نگاه رو بهش میگن غز. اینو خوب تو ذهن داشته باشید وقتی میخواییم بیایم بگیم یقظو یا یقظونه تو آیه 30 و 31 سوره حجاب. وقتی معنی میکنیم وقت اونجا به دل قشنگ میچسبه که یعنی چی. تمام لغات هم مثل مجمع البیان، اقرب الموارد، قاموس، نهایه، خود قاموس القرآن هم که از اینها گرفته، تمام همینطوره. یعنی میگه مثلا نهایه میفهمد که یک کتاب لغوی میفهمد کان اذا عطس غض صوته، طرف وقتی که عطسه میکرد دستشو میگرفت جلو عطسش که دیگران رو آزار نده، صدای کمی از بینیش و از دهانش بیرون بیاد، صداشو میکاهید، کمش میکرد. غض صوته، غض را که ورده یعنی عطسه که میکرد، غض صوته، صداشو میکاهید با گرفتن دست جلوش، از صداش میکاست. خب همه اینا میبینید که کم کردن صدا و کم کردن نگاه. خود قاموس تخفیف نگاه هم گفته، یعنی شکستن نگاه کامل، نگاه اندک رو بهش گفته که عرض به خدمتتون که قز. در مورد نگاه اینو داریم، در مورد صدا هم که شما میدونید که در قرآن کریم چندین جا این مطلب به کار رفته، چه آیات جالبی هم هست، چقدر جالبه. این آیه رو ببینید، خداوند متعال به لقمان داره بیان کرده، لقمان به پسرش داره بیان میکنه. چقدر سوره لقمان جالبه، چقدر جالبه. کاش تمام اون افرادی که وقتشون رو میرفتن این ور اون ور واقعا به این مطلب میگذروندن، حتی به این مطلب که ما 4 ساعت سینه زنی بکنیم، کاش نیم ساعتش سینه زنی میکردن، 1 ساعتش سینه زنی میکردن، 3 ساعتش میشستن سوره لقمان رو میخوندن برای تربیت خودشون. خانوم ها برای تربیت بچه هاشون کاش این سوره رو میخوندن و هم خودشون، آقایون همینطور، خانوم ها همینطور، برای بچه هاشون اینو تفسیر میکردن، تفسیر این سوره رو بلند بلند تو خونه کاش میخوندن. اینقدر چیزای جالبی داره که من بخوام بیان سوره لقمان رو برای شما بکنم و توضیح بدم اصلا عجیبه. یکی از آیاتش همین آیه 19 سوره مبارکه لقمان علیه السلام است. اون حضرت به پسرش بیان میفهمد که وقصد فی مشیک وغضض من صوتک. حالا این دوتا دستورش ما به خاطر شاهد مثال آوردیم، به خاطر غزه، غزه رو با غزه فلسطین قاطی نکنید، و غزه ای که غین و زاد داریم. میفهمد که در رفتنت معتدل باش. این 10 جلسه سخنرانی توش داره. در رفتنت معتدل باش، در راه رفتنت. خیلی ساده سادهش اینه که نه زیاد تند برو که راه رفتن یه جوری باشه که نگاه میکنن در شأن تو نباشه، نه انقدر آروم میری که هر کی اون وسط موتوری ماشینی از این ور خیابون میخواد بره اون ور خیابون، عذر و بهانه البته نداری، عذر پزشکی طبی نداری، هم انقدر آروم تو میری آخر یه ماشین بهت میزنه. وقصد فی مشیک، یه معنای فراتر از این عرض میکنم، 10 جلسه سخنرانی داره. وقصد فی مشیک یک معنای دیگه هم داره، اون معناش همون ضرب المثلیه که من و شما تو فارسی پدران و مادرانمون بهمون از کوچکی آموختن. شاید تو کلیل دمنم این مطلب باشه که اونجا کتاب بسیار ارزنده ایست، واقعا کلیل و دمنم خیلی جالب، کاش اینا رو میخوندن تو خونه ها. به نظرم اونجا باشه تردید از منه که این بحثو داره که خرگوشی را نرو، لاک پشتی را برو، همیشه راه برو. یعنی چی؟ یعنی این که حالا لاک پشتی اونجا میگه راه برو، نه به کندی لاک پشت،
استمرار حرکتش میخواد بگه. این وقصد فی مشک یه معنیش اینم هست، یعنی این که آقا یه گونه ای را بری که همیشه در حال حرکت باشی، اما تحرکت انقدر زیاد نباشه که یهو بری 3 سال تموم میری کار میکنی تا ساعت 12 شب یهو میبری، یهو 5 سال بیکار تو خونه میفتی، کمر درد و فلان و بهمان. انقدر این مطلب تو این وقت فی مشک داره که نگو نپرس. مثل آیه تقریبا فلینظر الانسان الی طعامه هست که یک مسئله مادی درش هست، یک مسئله معنوی که چندین جلسه سخنرانی میتره. وقزوز من صوته، کاری نداریم، از صدایت هم بکاه، یعنی صوت خودت رو ملایم کن، صداتو آرام. بعد تو سوره لقمان داره که هر کی بی جهت، نه با جهت، ببینید دقت کنید، هر کی بی جهت داد بزنه میگه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، میگه اینو بدون، خطاب به پسرش یا خود خدا، خطاب به لحظه لقمان میفهمد، نخراشیده ترین، به قول معروف، حالا شما بهش چی میگید؟ میگن که خراشیده ترین صداها، نه نخراشیده، خراشیده ترین صداها، نکره ترین صداها صدای حماره. فریاد الکی نزنید، داد بی خودی نزن، شأنتو میاره پایین، مگر یه جایی که لازم باشه فریاد بزنید. اونم خود قرآن استثناء کرده، حالا استثناءشو من بهتون فقط فهرستشو میگم، الا من ظلم هست که اونجا رو اجازه داده علنا خود قرآن که طرف فریاد بزنه. اینجا میفهمد وقزوز من صوتک، یعنی اینکه صدات رو زیاد بالا نبر، همیشه صدات آرامش داشته باشه، نه زیاد پایین باشه که کسی نفهمه تو چی میگی، نه زیاد بالا باشه که عرض به خدمتتون که شأن خودت بیاری پایین، همش داری داد میزنی. اگر یه خطیبی تو خطابه خودش فقط فریاد بزنه بخونه، همه مستمعین خسته میشن، مردم از سخنرانیش چی میشن؟ منزجر میشن، متنفر میشن. بعد تو مدعی هم شما از اول شروع کن، بلند بخون با صوت بلند تا آخرش، همه خسته میشن، میبرن، خود مدعا هم میبره، حنجرش مورد اذیت و آزار قرار میگیره. تو قرائت قرآن هم همینطوره، از اول صوت بالا شما بخون تا آخر، اصلا هیچ فرودی چیزی نداشته باش وسطش، فراز و نشیب نشه باش، این هم اشتباه. میفهمد وقزوز من صوته. آیه ای که بالای سر مزجع مطهر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست، اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه. Thank you.
I'm going to go to the next one.